درود میفرستم بر مردم قهرمان ایران و بر تمام کسانی که برای آزادی و رژیم چینج دارن مبارزه میکنن. ما امروز عده از هموطنانمون از تمام ایالت‌های امریکا جمع شدیم جلوی یو این که اعتراض بکنیم به مراسمی که یو این برگزار میکنه برای یادبود رئیسی جلاد و جنایتکار که طی این 42 سال یک لحظه از اعدام و جنایت و کشتار کوتاه نیومده و این باعث تأسفه که یونایتد نیشن به جای اینکه حامی مردم دنیا باشه حامی رژیم های جنایتکار و خونخوار و جلاد باشه. به خاطر همین هست که ما امروز در اینجا در جلوی یونایتد نیشن جمع شدیم به امید آزادی مردم ایران. مرسی. علت اینکه اومدید اینجا چیه؟ برای چی جلوی سازمان ملل؟ علی‌رغم اینکه خود نماینده دولت آمریکا اینجا نیست، تحریم کرده، شما برای چی اینجا؟ هنوز عواملی هستن تو سازمان ملل که اینها بنا به دلایلی گرایش به طرف رژیم ایران دارن و حالا یا مزدور هستن یا روابط سیاسی دارن، میخوان این مرگ این جلاد رو پررنگ بکنن و میخوان مراسم براش را بندازن. ما اومدیم اینجا بگیم که این جلادی که به درک واصل شد نه نماینده مردم ایران بود و نه به قول خودشون هد آف استیت بود، هیچی نبود و این به جز یک قاتل بلفطره. و این ما این مراسمی رو که اینا براش بخوان اجرا بکنن قویا محکوم میکنیم. شما گفتید نماینده مردم ایران نبود. کرسی ایران در سازمان ملل متعلق باید به کی باشه؟ باید نماینده واقعی مردم ایران اون کرسی رو اشغال کنن که شورای ملی مقاومته. مرسی. خسته نباشید. بیننده های محترم سیما آزادی، هماکنون با یک چند از شهروندان نیویورک که از نیروهای چپ آمریکایی هستند برای دفاع از جان نجات توماج اینجا حضور دارن و علیه جنایات رئیسی اینجا حضور دارن در حمایت از این اکسیون تظاهرات. Can you tell our viewers why are you here and who are you? Okay, I'm a revolutionary and I work with Revolution Books. And for decades, we have opposed the crimes of the Islamic Republic government. And Maisi has been one of the architects of the massive murder of political prisoners in Iran, not just in 1988, but right even through now. They've set the execution for this beautiful musician. And we have to fight against this crime now and on. And we're doing this as part of supporting the struggle of the people of the world. And it is outrageous that the United Nations would honor this butcher instead of honoring his victims, which is what we ought to be here to do and what the people protesting here are doing. Give me one second to translate. به میفرمایند که من یکی از انقلابیون خیلی سابقه دار آمریکا هستم. ما نه تنها به خاطر جرم و جنایاتی که در ایران از طرف جمهوری اسلامی انجام شده از بدو تولدش و قتل عام های سال 67، بلکه ما اینجا حضور داریم که جلوی اعدام این هنرمند محبوب ایران رو بگیریم و از این عمل شرمانه سازمان ملل که اینجا برای این جلاد یک جلسه تشکیل دادن اعتراض کنیم. لطفاً بفرمایید از کجا تشریف آوردید؟ از کالیفرنیا.
خب برای چی اومدید اینجا براسه نیو؟ متاسفانه سازمان ملل برای حلاکت رئیسی داره مراسم میگیره و ما برای اعتراض به این عمل ننگی به اینجا اومدیم. آیا نماینده آمریکا شنیدم که تحریم کرده؟ نظرتون رو؟ بله، خوشبختانه آمریکا در لحظه آخر تحریم کرد و شرکت نکرد و من فکر می‌کنم وجود این قهرمانان و این یاران اشرف نشان در صحنه هستش که باعث میشه که دست مماشات بسته بشه و آمریکا چنین تصمیمی رو در لحظه آخر گرفت. Can you please tell our viewers why are you here and where did you come from? I came originally from North Carolina and then Maryland. I'm here to stop the murderous killing in Iran of innocent people. Hundreds of thousands of innocent people are being killed in Iran. Mercilessly, and it needs to stop. And the world stays silent while all this is going on. The world stays silent while this is going on. That's why we are here today. شهروند مریلند میفرمایند که از ایالت مریلند اومدم و من به خاطر نقض حقوق بشر و کشتاری که مداوم در ایران در هنوز از زمان رئیس جمهوری جلاد رئیسی بوده تا الان هم اکنون اومدم اینجا که جلوی این قتل و اعدام ها رو بگیرم و دنیا نمیتونه سکوت کنه در برابر این همه جرم و اعدام و شکنجه. Thank you so much.